سلام، به این برنامه کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. جنگ ها همیشه صحنه آخرین فناوریایی بودند که فرمانده ها ازش برای پیروزی استفاده کردند، از تجهیز و تامین نیروها تا رصد و جاسوسی و ارزیابی وضع جبهه حریف. اینطور که حکومت ها در طول تاریخ بیشتر منابعشون رو صرف جنگا کردند، بعضیا حتی میگن جنگا مثل شتاب دهنده هایی برای جلو رفتن فناوری عمل کردند، البته به قیمت خون و جون و آرامش انسان ها. حالا پای معروفترین فناوری این روزها یعنی هوش مصنوعی هم به میدون باز شده. در هفته که گذشت اولین حمله مستقیم حکومت ایران به اسرائیل که زیر سایش میلیون‌ها نفر نگران حال و آیندهشون بودن اتفاق افتاد. تصویر جدیدی از برخوردهای نظامی، هرچند خود این عملیات جنگی بین آدمای معمولی نبود، اما بین موشک‌ها و پهپادها و کلاً تسلیحات نظامی بود. تسلیحاتی که هر طرف تلاش داره از بروزترین فناوری‌هایی که به دستش میرسه استفاده کنه، از جمله هوش مصنوعی. آرزو میرزاخانی بررسی کرده. تجهیزات نظامی روز به روز دارن پیشرفته‌تر میشن. هوش مصنوعی داره چهره جنگ‌ها رو تغییر میده. سال 2019 دولت اسرائیل اعلام کرد که یک سیستم هوشمند هدفگیری رو برای اهداف نظامی ارتش اسرائیل به ویژه نیروی هوایی اسرائیل ساخته، به اسم هبسورا یا گاسپل، که تعداد احتمالی زخمی شدن غیر نظامیان و اطلاعات دیگری رو در اختیار فرماندهان قرار میده. آخرین گزارش ها از اسرائیل نشون میدن که اسرائیل از هوش مصنوعی برای چندین کار استفاده میکنه، به احتمال خیلی زیاد برای ناوبری و مسیریابی و همچنین برای شناسایی اهداف. یعنی تمام داده هایی که از زمین، از حسگرها و ورودی های مختلفی جمع‌آوری میشن وارد سیستم و پردازش میشن و بعد اهداف احتمالی رو پیشنهاد میدن. این فرق داره با پیدا کردن یک هدف از قبل مشخص شده و ردگیری اون. این یه نوع استفاده از هوش مصنوعی در سطحی بالاتره. اما در مورد ایران چطور؟ ایران تا جایی که من میدونم از هوش مصنوعی برای بهبود ناوبری سیستم هاش استفاده میکنه. برای مثال در پهپادهای انتحاری مثل شاهد که برای حمله های اخیر به اسرائیل از اونا استفاده کرد. بنابراین میشه گفت که هوش مصنوعی در پیدا کردن یک هدف معین که از قبل مشخص شده و تعقیب اون هدف استفاده میشه. اما دقیقا نقش هوش مصنوعی اینجا چیه و چقدر به بهبود عملکرد این تسلیحات کمک کرده؟ استفاده ایران از هوش مصنوعی بیشتر به نظر میاد که در قسمت حمله هست، نه در قسمت دفاعی. مثل بقیه استراتژی هایی که حتی در زمینه سایبری دارن، همونجوری که ببینید خیلی کاری رو قسمت دفاعی نمی کنن. یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در جنگ ها برای جمع‌آوری اطلاعاتی مثل تعداد قربانیان یا خسارت‌های احتمالی. سوال اینجاست، چقدر این اطلاعات میتونه دقیق باشه و اصلا چقدر استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ها اخلاقیه؟ در هر نبرد پیچیده‌ای میشه اطلاعات مختلف درهم برهمی رو به دست آورد و با چنین داده‌های مخلوطی سطح دقت یا مطابقت این اطلاعات پایین میاد، چون نمیشه مطمئن بود داده هایی که دارید با زمینه ای که میخواهید از اون سیستم هوش مصنوعی استفاده کنید متناسب هست یا نه. هر سیستم هوش مصنوعی به اندازه اطلاعاتی که داره دقیقه. به طور کلی اصل اینه که هرچه بیشتر اطلاعات داشته باشه بهتره، اما این اطلاعات باید با کیفیت باشن، نمیشه ناقص باشن، باید جامع باشن. You want to use that AI system. الان دیگه جنگ تسلیحات تقویت شده با هوش مصنوعی. موشک‌ها و پهپادهایی که دقت هدفگیری بسیار بالایی دارن یا ربات‌های قاتلی که میتونن ساعت‌ها هدف رو دنبال کنن بدون نیاز به آب و غذا یا حتی استراحت. من فکر می‌کنم ورود بیشتر هوش مصنوعی اصولاً در زندگی روزمره ما و حالا در این بحثی که داریم در صنایع نظامی شکل جنگ‌ها رو هم در آینده تغییر خواهد داد. یعنی جنگ‌ها به طرف جنگ‌های سایبری میره. سیستم دفاعی اصولاً دیگه سیستم‌های خواهد بود بر اساس هوش مصنوعی و همچنین تمام چیزهایی که استفاده میشه برای حملات بر اساس هوش مصنوعی خواهد بود. و این در حالیه که هنوز قانون بازدارنده و تصویب شده‌ای هم برای کنترل استفاده از هوش مصنوعی وجود نداره.
وضع مقررات برای فناوری که استفاده دوگانه داره خیلی سخته. استفاده دوگانه یعنی هم بشه توی یه محیط خیلی مسالمت آمیز و روزمره ازش استفاده کرد، هم برای شناسایی الگوها، جاهایی که برای تعیین اهداف بالقوه استفاده میشه که این یکی البته خیلی مشکل سازتره. میزان توجه کاربران به منابع خبری در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان ابعاد متفاوتی پیدا کرده. از هشدارها درباره رواج اطلاعات نادرست و تبلیغاتی گرفته تا نگرانی درباره تأثیر استفاده مجانی از خبرها بر درآمد رسانه‌هایی که این محتوای خبری را آماده می‌کنند. دولت کانادا تازگی تلاش کرده برای مهار این نگرانیش، قولای فناوری رو وادار کنه که به ازای انتشار محتوای خبری در پلتفرماشون پولهای هنگفتی به رسانه‌های محلی در کانادا بدن. اما متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، حاضر نشده این کارو بکنه. این شد که از میانه تابستون سال گذشته، سال 2023، شرکت متا دیگه نمیذاره صفحه رسانه‌های خبری در فیسبوک و اینستاگرام به کاربران داخل کانادا نشون داده بشه، از جمله صفحه اینستاگرام BBC فارسی و خیلی دیگه از رسانه‌ها. حالا گاهی بگیر نگیرم داره، ولی خلاصه ماجرا شده. پیمان خواجه حسنی در تورنتو برامون میگه. الان میشه منو نشون بدی الان یه خبری از BBC فارسی؟ بازه میشه؟ نه. نمیدونی نه. کی تصور میکرد یه روزی اینجا تو کانادا کاربران برای باز کردن صفحات شبکه‌های خبری تو اینستاگرام و فیسبوک مجبور باشن از فیلتر شکن استفاده کنند؟ برای که بیشتر راجع به این موضوع بدونید تا آخر با من همراه باشید. داستان از اونجا شروع شد که شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، پس از مذاکرات طولانی با دولت کانادا بر سر قانون جدید اخبار آنلاین با هم به توافق نرسیدند. موضوع از این قراره که دولت فدرال کانادا به شرکت فناوری مثل آلفابت، شرکت مادر گوگل، و متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، گفته بود باید به ناشران اخبار برای استفاده از محتوای آنها پول پرداخت کنند. که متا هم این وسط زیر بار نرفت و به جای پرداخت پول اومد دسترسی کاربران رو در کانادا محدود کرد. حالا با توجه به محدودیتی که برای کاربران برای دسترسی به اخبار روز در کانادا پیش اومده، بعضی از خبرنگاران و افرادی که برنامه می‌سازن اخبار رو از طریق صفحات شخصی خودشون برای کاربران به اشتراک می‌گذارن. قانونی که کانادا تصویب کرد دو تا کمپانی بزرگ امریکایی رو موظف میکرد که کمک های مالی بکنن به منابع خبرنگاری. یکی از اون دو گوگل بود و اون یکی هم متا به فیسبوک و اینستاگرام. همجور که میدونین گوگل به نتیجه رسید، حاضر شدن که 100 میلیون دلار کمک بکنن به منابع خبری مختلف، اما متا همون جوری که انتظار میرفت از روز اول در طی این چند سال همش گفته که نمیخواد همکاری بکنه و اصلا دوست نداره که برای ارسال خبرهای مختلف از پلتفرماش استفاده بشه. حالا با این اتفاقی که افتاد، کاربرانی که اخبار از طریق اینستاگرام و فیسبوک دنبال میکردن، دسترسیشون به صفحات رسانه خبری مثل BBC، واشنگتن پست، نیویورک تایمز و حتی رسانه‌های خبری محلی کوچکتر محدود شد و برای همین سراغ فیلتر شکن رفتن. برای اینکه ببینم این محدودیت‌ها چه تأثیری روی رسانه‌های محلی خود کانادا گذاشته، به سراغ یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی شهر تورنتو رفتم. من فکر می‌کنم مشکلی که بین دولت کانادا و فیسبوک پیش اومده از حدود بیش از یک سال و نیم پیش تا به حال، مشکلات زیادی رو برای تمام رسانه‌های کانادایی ایجاد کرده. چه رسانه‌های مینستریم، رسانه‌های بزرگ کانادایی مثل گلوب اند میل، مثل تورنتو استار، مثل CBC، و چه رسانه‌های کوچکتر از اونها، و به ویژه رسانه‌های جوامع مهاجرتی کانادا که به زبان‌های مختلفی دارن اینجا فعالیت می‌کنن. اینها معمولاً اینقدر امکاناتشون کم هست و محدود هست که برای جامعه مهاجرتی خودشون در یک شهر یا در یک منطقه تولید محتوا میکنن، چه به صورت چاپی، چه به صورت نوشتاری و تصویری. بنابراین این محدودیت هایی که الان متا گذاشته، امکان پخش این خبرها و گزارش هایی رو که این رسانه های کوچک تولید میکنن رو به طور کلی بسته و
به نوعی مخاطبان خودشون رو از دست دادن و هر رسانه‌ای هم که مخاطب خودش رو از دست بده به تدریج کوچکتر و کوچکتر میشه و در نهایت نابود خواهد شد. شما شبکه‌های خبری رو دنبال می‌کنید؟ من خودم اصلا تیوی نگاه نمی‌کنم، ولی خب همیشه از اینستاگرام استفاده می‌کردم و فیسبوک توی پیج‌های خبری، ولی متأسفانه الان فیلتر شده و نمیشه اصلا ازش استفاده کرد. با اینکه خودم از اینستاگرام خیلی استفاده می‌کنم و صفحه هنری دارم و بیشتر توی اینستاگرام هستم برای صفحه هنریم، ولی خب متأسفانه نمیتونم اصلا توی اینستاگرام از پیج‌های خبری خبرهای روز دنیا رو دنبال کنم. دنبال می‌کردم اخبار رو توی اینستاگرام، از بی بی سی دنبال می‌کردم، ولی یه مدتیه که فیلتر شده و خیلی سخت شده، مجبورم از خبرنگارایی که توی بی بی سی کار میکنن پیجای اونا رو دنبال کنم، ولی اونا خب میدونی هر خبرنگاری یا خبرهای سیاسی رو دنبال میکنه، یک خبرهای اقتصادی، یک خبرهای تکنولوژی، مجبورم چندین صفحه داشته باشم تا به مجموعه اخبار برسم و این خیلی کارو سخت کرده برای من. و حالا یه نگاهی بندازیم به خبرهای فناوری این هفته. چند تا اتفاق مهم در حوزه روباتیک افتاده. اولین که شرکت بوستون داینامیک که قبلا با ربات اطلس خودش همه رو متحیر کرده بود و ویدیوهاش میلیون ها بار دیده شده بود، حالا یه نسخه جدید از این ربات ساخته که کاملا با برق کار میکنه و دست و پاش به طرز عجیبی خم و راست میشه. این شرکت گفته این نسخه جدید اطلس با حفظ شکل انسان ساخته شده که قابلیتاش خیلی فراتر از انسانه. یکم ترسناک نه؟ ربات بعدی هم اسپریته که برای راه رفتن روی ماه ساخته شده. برای آزمایش کارایی این ربات هم راه رفتن روی سطح‌های دشواری مثل سنگ و شن رو امتحان کردن. گفته شده هدف از این پروژه 2 میلیون دلاری که با همکاری ناسا و چند دانشگاه انجام شده اینه که این ربات در آینده در کنار انسان‌ها در مأموریت‌های فضایی شرکت کنه. اما ناسا تایید کرده که شیء مرموزی که ماه گذشته به پشت بوم خانه‌ای در فلوریدا برخورد کرده بود، تکه‌ای از زباله‌های فضایی بوده. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا گفته که این استوانه فلزی قطعه‌ای از تجهیزات دورانداخته شده از ایستگاه فضایی بین‌المللی بوده. و اپل جایگاه اولش رو به سامسونگ واگذار کرد. سامسونگ به عنوان بزرگترین تامین کننده تلفن همراه در جهان شناخته میشه. شرکت تحقیقات بازار یا IDC اعلام کرده که فروش آیفون در 3 ماهه گذشته 10% کم شده و رقابت بیشتری از طرف اندروید هم وجود داشته. همین موضوع هم باعث شده سامسونگ جایگاه اول بازار رو دوباره از آن خودش بکنه. برنامه رو با هوش مصنوعی و نقشش در جنگ‌های امروزی شروع کردیم. اما این فناوری که فقط توی این زمینه‌هایی که تن آدم‌ها رو می‌لرزونه کمک دست نیست. هوش مصنوعی همین الان هم داره دنیای خیال رو زیر و رو می‌کنه. جهان سینما و تلویزیون. خودمونیم اینقدر خبرها از قابلیت‌های هوش مصنوعی زود به زود تازه میشن که شاید از الان که داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم تا وقتی که شما دارید تماشا می‌کنید بازم برگ تازه‌ای از هوش مصنوعی برامون رو شده باشه. یعنی در واقع بعیده که اینطوری نشده باشه. اسپنسر کلی مروری کرده بر بعضی از آخرین تحولات مربوط به هوش مصنوعی در محصولات سینمایی و تلویزیونی. ارکستر جاز تیم پات رو می‌بینیم. کمتر از 1 دقیقه است، اما یک محصول جذاب و پرزرق و برق کارتونیه که از ابزار مولد ویدیوی هوش مصنوعی استفاده کرده. یعنی شخصیت‌ها را تصویرگرها و پویانماها نساختن و به جاش با توصیف شخصیت‌ها به زبان انگلیسی برای یک هوش مصنوعی ساخته و پرداخته شدن. این فیلم رو ویلیام بارتلت ساخته که مدیر هنری شرکت جلوه‌های ویژه فارمستوره. مثل خیلی‌های دیگه ویلیام هم این رو در اوقات فراغتش با مولدهای هوش مصنوعی ساخته. اول شبیه آزمایش بود. میخواستم یه چیزی رو امتحان کنم که مفصل تر از چند تا نما باشه. میخواستم یه چیزی درست کنم که یه روایت داشته باشه و نماها هدفی رو دنبال کنه. ویل مجبور شد برای بخش‌های مختلف فرایند از چند ابزار متفاوت مولد هوش مصنوعی استفاده کنه. اول از میدجرنی خواست براش عکس‌هایی از شخصیت‌هایی که می‌خواد بسازه.
مثلا یه ربات حلبی مدل قدیمی رو که داره شیپور میزنه توصیف کردم و چند تا تصویر گرفتم که از بینشون اونایی رو که دوست دارم انتخاب کنم. بعضی ها رو هم دوست نداشتم. خوبیش اینه که فقط یک دقیقه طول میکشه تا این تصاویر رو بسازه. بعد احتیاج داشت این تصاویر حرکت کنن. پس عکس ها رو وارد ابزار دیگه‌ای به نام پیکا کرد و براش توضیح داد که میخواد این شخصیت ها چیکار بکنن. ظاهر کار خیلی خارق العاده به نظر میاد. انگار هوش مصنوعی آماده است تا جایگزین تصویرگرها و پویانماها بشه. اما راستش یه روند کار خلاقانه کاملا متفاوته. مزیت بزرگ ابزار هوش مصنوعی سرعتشه. فوق‌العاده سریع چیزها رو میسازه و صحنه ها رو پشت هم میچینه. این فیلم کوتاه چیزی حدود یک هفته طول کشید. اگه بخوایم با خرده کاری هایی که اینور اونور باید انجام میشد حساب کنیم، محدودیتش مقدار کنترلیه که روش داریم. درست سرعت کار بالاست و میتونیم بگیم باشه دوباره و دوباره تکرارش میکنیم، اما اگر به چیزی برسیم که بگیم خب همه چی دیگه درسته ولی بخواین جزئیاتی رو تغییر بدین، مثلا بگین شیپور رو بلند کنم یا بخوای نقره ایش کنین، اون وقت کار سخت میشه چون کنترل جزئیات روش سخته. چیزی که مهمه در اینجور مواقع به خاطر داشته باشیم اینه که هوش مصنوعی نمیفهمه واقعا داره چی میکشه و این خودش یه سبک پویانمایی نامتعارف و منحصر به فردی بهتون میده. اون سویچ ها و دکمه های روی ربات ها رو میشه دید که میپرن و موج بر میدارن و نمیتونه در تمام نماهایی که پویا نمایی کردی ثابت نگهشون داره. اینجا جاییه که میبینی لزوما نمیفهمه چه چیزی باید در پویا نمایی ثابت بمونه. یه نکته بامزش این بود که یه لحظه هست که ربات دختر کلش رو میچرخونه و این خود به خود اتفاق افتاد، یعنی همینطور شانسی، من نخواسته بودم اما اتفاق افتاد. منظورم اینه که این یکی از خصوصیات جالبشه که بعضی اتفاقها شانسی میفته و یه چیز غیر منتظره بهت میده که بخشی از فرایند خلاقه است و تو از بازیگرها نمیخوای که طور خاصی اجرا کنن. بهشون زمینه رو میدی و میذاری خودشون بهش چیزی اضافه کنن و تو چیزی که دوست داری رو انتخاب میکنی. این برای بعضی از ابزارهای هوش مصنوعی دیگه هم صدق میکنه که مشابه عمل میکنن. رایان کی این عرصه داره به سرعت رشد میکنه. سرعتش واقعا چشمگیره و حالا میشه دیگه پویا نمایی رو کنترل کرد، یعنی دیگه برده تولیدات تصادفی ماشین نیستیم. کورد کار یه فیلم کوتاه ساخته رایان فیلیپسه که در اوقات فراغتش ساخته. باورتون میشه شغل اصلیش کارگردانی برنامه‌های خبری بی بی سی باشه؟ قرار شد امکانات جدید میدجرنی و پیکا رو به هم نشون بده. اینجا داره یه عکس رو زنده میکنه و به هوش مصنوعی توضیح میده که چیزها باید در باد حرکت کنن و در ضمن دقیقاً مشخص میکنه که میخواد سر مرد چطوری حرکت کنه. اینطوری براتون بگم که نتیجه شدیداً قابل قبوله. میتونی صحنه رو هم گسترش بدی. خیلی ساده ازش میخوای بخشهایی به خیابون اضافه کنه و میتونی حتی عینک آفتابی اضافه کنی و خوشتیپش کنی. واقعاً میتونه موزیک ویدیوی گروه دوران دوران باشه. یه چند ساعت بهم وقت بدی برات یه موزیک ویدیو برای گروه دوران دوران ازش در میارم. پیشرفت واقعی که صورت گرفته اینه که مهارت‌های سنتی تولید فیلم مثل پویانمایی یا سی جی آی دیگه موضوعیت ندارن و مهارت به حساب نمیان. روش‌هایی که قبلاً خیلی کار می‌برد حالا با توصیف خواسته‌هاتون به زبان انگلیسی حاصل میشه. اگر بخواین صدای من رو عوض کنین، هوش مصنوعی به هم گوش میده، تغییر صدا و یک صدای تازه تولید میکنه و همزمان عواطف و احساساتم رو باهاش سازگار میکنه. تارن اونورو ماراگیل وانانداميون AI는 오디오를 번역하고 새로운 소리에 맞게 내 입을 다시 움직일 것입니다. اگر میخواین کل صحنه رو تغییر بدین، کافیه فقط چیزی رو که میخواین برای هوش مصنوعی توصیف کنین و اون آدم‌ها و اشیاء داخل صحنه رو تشخیص میده و به اون چه که باید تغییر کنن تبدیل میکنه. البته که میتونین من رو هم به یکی دیگه تبدیل کنین.
این واقعیت که امکان استفاده از هوش مصنوعی الان آنقدر آسون شده خیلی مهمه، چون کشورهای زیادی در سال 2024 انتخابات دارن و این یعنی باید سعی کنیم بفهمیم کدوم تصاویر واقعی هستن و کدوم جعلی. به نظرت فیلم‌های جعلی زیادی میان که روی جریان انتخابات تأثیر می‌گذارن؟ آره مطمئنم تلاش‌هایی خواهد شد که روی تصمیم‌گیری مردم تأثیر بگذارن. اما به مردم توصیه می‌کنم از خدماتی شبیه بی بی سی وریفای که برای راستی آزمایی ساخته شده استفاده کنن تا بتونن مطمئن بشن اطلاعات درسته یا نه. ما روز به روز بیشتر تحت تأثیر ویدیوهای قرار میگیریم که از رویدادهای واقعی در تلویزیون و اینترنت دیدیم. اینها ما رو ترغیب میکنن به کمک افراد نیازمند بریم. از دست کسانی که به دیگران آسیب میرسونن عصبانی میشیم. اما حالا که مرز بین واقعی و غیر واقعی داره محو و محوتر میشه، آیا زیادی شکاک میشیم؟ یا شاید زیادی زود باور؟ آیا بیش از حد به وقایع اهمیت خواهیم داد یا کلن بیخیال همه چیز میشیم؟ هوش مصنوعی واقعا دنیامون رو عوض کرده. تشخیص اصل از تقلبی خیلی سخت شده، اگه نگیم ناممکن. قبلا توی برنامه‌مون درباره آثار هنری و هوش مصنوعی گفتیم که میتونید با اسکن کردن این کد توی اینستاگراممون دوباره ببینیدش. اما گفتیم آثار هنری، فکر میکنید وقتی آثار هنری و تاریخی رو مثلا توی موزه تماشا کنید مغزتون چه جور واکنشی نشون میده؟ چه اتفاقی توش میفته؟ لارا لوینگتون رفت به یکی از معروفترین و مهمترین موزه‌های لندن تا یه ابزار رو بررسی کنه که سازندگانش میگن واکنش‌های مغزی ما به آثار هنری رو ثبت میکنه و بهمون نشون میده. موزه ویانه یا اسم کاملش ویکتوریا و آلبرت در لندن 145 گالری داره که آثاری از سراسر دنیا از 5000 سال پیش تا امروز توش هست. موزه های شبیه این همیشه دنبال راه های متفاوت برای جذب مخاطب هستن. یکی از ایده هایی که الان دنبال می کنن اینه که ببینن مغز ما به چیزهایی که می بینیم چطوری واکنش نشون میده. ما اغلب درباره اینکه هنر چه تأثیری رومون میذاره و وادارمون میکنه به چه چیزهایی فکر کنیم حرف میزنیم. امروز نوبت اینه که کمیت این احساسات و افکار رو اندازه بگیریم. از سربند میوز که معمولاً به عنوان دستگاه مراقبه استفاده می شده، حالا به منظور ترجمه فعالیت مغزی به یک تصویرسازی سه‌بعدی زمان واقعی استفاده می شه. 4 تا حسگر EEG داره؟ درسته، 4 تا حسگر روی پیشونیت داره که فعالیت الکترومغناطیس مغزت رو دریافت می کنن. معنیش چیه؟ چی از من می فهمه؟ داده خام رو از سربندت میگیره و سیستم ما به روش‌های مختلف زیادی پردازش میکنه که نشون میده وقتی داری به اثر هنری نگاه میکنی مغزت چی کار میکنه. وقتی مغز در بخش ورودی تصویری چیزی رو تشخیص میده، مثلا یه صورت، یه شی یا یه ابزار، نشانه های خاصی در سیگنال مغز وجود دارن که دریافتشون میکنی. کاری که آرتفان و دمیل انجام میدن اینه که وقتی کسی سربند رو میذاره این پیام ها رو به روشی فعالانه شناسایی میکنن. اینطوری میتونن وقتی شخص با اثر هنری ارتباط میگیره به صورت فعال با تصویرسازی سه‌بعدی نمایشش بده. من تازه تشخیص دادم که چند تا زن دارن اونجا میرقصن. هدف اینه که نشون بده تماشای اثر هنری تجربه منفعلانه نیست. چیزی که میخواستیم به افراد نشون بدیم این بود که وقتی میرین گالری یا موزه و چیزایی رو تماشا میکنید که تشخیصشون میدید یا که چالش برانگیزن یا الهام بخشن یا لذت بخشن، واقعا رو مغزتون اثر میگذاره. جالبه، میدونم دارم به چی نگاه میکنم، اما حسم چیه؟ دوستش دارم، خوشحالم میکنه، ناراحتم میکنه، مطمئن نیستم خیلی حسی بهش داشته باشم، جز اینکه راضیم که بالاخره فهمیدم دارم میرخصن. بعدن میفهمم. بریم سراغ یه چیز سرزنده تر. این یکی چطوره؟ کلی سرسبزه، میشه زیاد راجع بهش فکر کرد. جزئیات زیادی داره که بهشون نگاه کنی. نقاشی از دست‌ها که قطعاً کار سختی بوده و کتاب و دستخطی که میوه، گل، گیاها، کلی چیز توش هست. اما همه چیز خیلی روشنه. لحظه کشفی مثل قبلی وجود نداره. همچنین شادتره. در واقعیت وقتی به تصویری نگاه می‌کنی، سعی می‌کنی به همه چیزهای معقول فکر کنی، اما حواست پرت میشه. ناخوناش انگار لاک داشت، اما امکان نداره. تأثیر همچین چیزی روی حسگرها چیه؟ بریم ببینیم چی سر در آوردن.
تصاویر قشنگی هن، اما چی رو نشون میدن؟ چیزی که میبینیم حرکت پیچشیه. میتونی ببینی که نوارها روی هم پیچ میخورن و خم میشن. دلیلش فرایند حل مشکلی که در مغزت داری ازش استفاده میکنی. داری سعی میکنی معنی چیزی رو که داری بهش نگاه میکنی بفهمی. این مال وقتیه که به اثر دگا نگاه میکردم. انگار در این نقطه همه چیز یکم هیجان انگیزتر شده. معنیش چیه؟ این نوارهای درخشان طلایی چیزی که ما وارد سامانه کردیم و با تشخیص چیزی که از قبل میشناسی تحریک میشن. تا حالا که افراد ازش استفاده کردن چی یاد گرفتین؟ متغیر اصلی خود افرادن. تفاوت عظیمی که درک یک نفر از یک قطعه هنری با فرد دیگه داره، به خصوص افرادی که تنوع عصبی دارن، افرادی که مثلا ADHD یا بیش فعالی دارن، واکنش کاملا متفاوتی به اثر هنری دارن. اونها زمان بیشتری رو صرف ارزیابی تصویر و اینجور چیزا میکنن. اینها رو حین آزمایش هامون یاد گرفتیم. برای کسی که خیلی اهل هنر نیست، یه جور خوبی جا خوردم از اینکه میدیدم چه احساسات زیادی به این آثار نشون دادم. به پایان این قسمت از برنامه کلیک میرسیم. میتونید مثل همیشه این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در فهرست ما در یوتیوب تماشا کنید. با اسکن کردن این کد میرسید به فهرست ما. در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم با این نشانی. میتونید اونجا برامون بنویسید درباره اون چه توی این برنامه دیدید چی فکر می‌کنید. این فناوری‌هایی که در موردشون حرف زدیم چه تأثیری می‌تونه روی زندگی شما داشته باشه. تا برنامه بعد، بدرود.